و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز پنجشنبه، پنجشنبهی خوب و پنجشنبهی دلپذیر، پنجشنبهی که میریم یه بار دیگه در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای اسماعیل وفایمایی نازنین باشه. زودی در همین مقدمه عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای یغمایی و خوش آمد بگوییم حضورش را. آقا سلام میکنم به شما. درود بر شما آقای بهبهانی و درود بر همیهنان و همسفران عزیز در راه پرتلاطم تاریخ که الان واقعا در یکی از پرتلاطم ترین روزهای اون هستیم، یعنی در حوالی 28 مرداد. نره بلا خیلی، البته اون برنامه دیگه شما که روزهای چهارشنبه بعد از برنامه آقای مستاقی پخش میشود هم به نظرم برنامه های بسیار خوب و مطالعه دقیقی رو اون برنامه انجام گرفته است و ما در عصر سربداران هستیم. یه دوره‌ای در تاریخ ما، چند تا دوره است تو تاریخ ما واقعا بهش توجه نشده و کمتر به این دوران رسیدن. یکیش همین دورانه، این بعد از مغول‌ها، حمله مغول‌ها و اون در حقیقت گفت دیگه که میذاری، این مثال دکتر ودیه گفت دیگه میذاری سر آتیش قبل از این که قل بزنه و بجوشه و سر ریز کنه، اون زیر اون یه حبابایی بسته میشه، بعد این حبابا به هم میچسمن بزرگ میشن، ناگهان یه قل میزنه و دیگ سر ریز میکنه. این دوره تشکیل اون حباب هاست و اون دوران دیگه هم دوران ظهور آقایونلو و قرقایونلوه. دو گروه هستن که از در حقیقت فئودال ها، اگر بشه اینجوری اسمشو گذاشت، مثل فرنگی ها بهشون نگاه کرد، فئودال ها هستن، کشاورزانی هستن که قیام میکنن و میان تا بخشای از ایران رو میگیرن. این دوره ها دوره های مهمیه، منتها هیچی بهشون توجه نکرد، نمیدونم چرا. واقعا خیلی، البته در ابتدای راه وقتی که ما میهن تیوی رو درست کردیم یک شخصیت بزرگواری با ما همراهی کردن در اون اوایل، متاسفانه بیماری عارض شد و این نازنین رو از ما گرفت. امیدوارم که سلامت باشن در هر کجا که هستن. مدت هاست که از این بزرگوار هم بانوی نازنین خبر نداریم، ولی برنامه های خوبی بود. اتفاقا این بزرگوار، این بانوی بزرگوار بودش که به این نکات توجه کرده بود و قرار بود که راجع به این موضوعات صحبت کنیم که بخت یار نبود. اما خواستم توجه شما رو جلب کنم به این بخش و اون برنامه های آقای یغمایی که روزهای چهارشنبه بعد از برنامه آقای مستاقی پخش می شود. اونا رو هم شما گذرگاه تاریخ رو اگر به یوتیوب ما مراجعه بکنی و بزنی همون youtube.com/mihantv.com و مشترک بشی، البته وقت دسترسی پیدا میکنی به سایر ویدیو. البته روی صفحه اول سایت ما هم همونجا دو تا آیکون بزرگ هست رو صفحه اول، یکی اون کتابچه سبز آقای همنشین بهاره و بعد هم یکی همین گذرگاه تاریخ آقای یغمایی که اینا فکر میکنم در دو بخش، بخش دومش، بخش اولش به پیش از اسلامه، بخش دومش مربوط به بعد از اسلامه و 99 قسمتش رو ما دیروز پخش کردیم و عرضم به حضور شما که میتونی اونا رو بری اونجا دنبال بکنی. اما همطور که آقای یغمایی نازنین اشاره کردن در یک دوره دیگر هستیم، دوره‌ای که امروز حاصل اون دوران رو ما کشت کردیم، ظهور نظام اهریمن بر میهن ما. بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم که در این دوره است که عصر مکارتیزم در آمریکاست،
اصل مبارزه با کمونیست آمریکایی‌ها با مصدق همراه بودن، یار بودن، رفیق بودن، ولی به محض اینکه جمهوری‌خواها به سر کار آمدن و آقای آیزنهاور تحت تاثیر انگلیسا واقع شد و گفتم اون حضور سعید رمضان در کاخ سفید و دیدارش با آقای آیزنهاور یکی از نقاط مهم تاریخ جهان است. در عصر جدید او آمد با آیزنهاور گفت اگر شما واقعا مخالف کمونیست هستی، خب ما اسلامی ها رو حمایت کن، ما تو منطقه هستیم، بنابراین ما اجازه نمیدیم که امپریالیست ریویزیونیسم شوروی نفوذ کنه و اینها، و آمریکایی ها هم این طرح رو اجرا کردن و بعد قدم به قدم آمدیم تا به طالبان و القاعده و طالبان و داعش رسیدیم. و البته اینا همه محصول نظام جمهوری اسلامیه. نظام جمهوری اسلامی محصول همین دوره است که آقای یغمایی تلاش میکنه واکاوی کنه، نور به تاریکی بیندازه تا ببینیم. عرضم به حضور شما که بسیار بریم سراغ آقای یغمایی و صحبت کردیم، دیدیم اینا رو توضیح دادم راجع به این مسائل، آقای یغمایی هم به درستی اشاره کردن و راجع به هفته پیش راجع به افشارتوس گفتیم، راجع به اینکه روزنامه‌های آمریکایی مثل تایم مصدق رو عکسش رو میزنه روی صفحه اول به عنوان مرد سال انتخابش میکنه، ولی به حال ناگهان همه چی عوض میشه، تغییر میکنه و مردم امروز اتفاقا خوبه که اینو برات بگم، اگه یادتون باشه دیروز تو برنامه آقای مستاقی یه ایمیلی رو از یه نازنینی خوندم که اعتراض کرده بود وضعیت پارازیت در ایران که اینا مرتب پارازیت میندازن به خاطر اینکه مردم محروم بشن از دیدن ماهواره و اینها، و وقتی که این موضوع رو مطرح کردم این بزرگوار امروز دوباره برای من برنامه رو دیده بود، برای من ایمیل کرد که آقا شما دست مریضات نمیدونم ما رو دست کم گرفتی، موضوع رو جدی نگرفتی و این موضوع خیلی مهمه، باید بپرسی از کارشناسا که چرا اینا این کار میکنن، چرا نمیذارن. من در پاسخش نوشتم که نازنی اینا از ستلایت نمیترسن، از شهرام و بهرام نمیترسن، وحشتی ندارن، ولی از تو میترسه، از تو و رفیق بغل دستید، از تو و همسایت میترسه. مردم، نقشه مردم. حالا بریم این نقش رو در همین دوران دنبال کنیم. مردمی که آمدن در ماجرای سی تیر اونجوری پرشور تو خیابون قوام سلطنه رو کنار زدن، مصدق رو برای شورا کشیدن، این مردم چرا، چه عواملی باعث میشه که مردم در 28 مرداد پشت بکنن؟ این موضوع به نظرم در کنار مسائل دیگه مهمه. بریم ببینیم که آقای یغمایی در این زمینه چه تحقیقی کرده و چه گزارشی در این زمینه میتونه به ما بده. آقای یغمایی میشنویم، سراپا گوش هستیم، بفهمید. خواهش میکنم. با درود مجدد به شما و همه همسفران گرامی و همیهنان عزیزم. ببینید ما نزدیکای 28 مرداد هستیم و واقعا لحظه به لحظه وقایع زیادی اتفاق میفته که اصلا پیگیری همه ممکن نیست. به سرفصل ها باید اشاره کرد، ولی یکی از مهمترین مسائلی که پنهان میمونه یا پنهان کرده میشه به دلایل مختلف، مقوله شرایط اجتماعی ایران هست که در برنامه‌های قبلی اشاراتی شد، باز هم من اشاره می‌کنم، مقالات خوبی نوشته شده تو این زمینه، تحقیقات خوبی شده و خود مردم به عنوان یک پارامتر، یک خلاصه مسئله مهم در این میان. فقط سه دولت بزرگ نیستند، فقط احزاب داخل کشور نیستند، فقط اختلافات نیست، این مردم که
مثل مقدسین در مدار جاذبه معمولا از اون احزاب و گروه ها نام میبرن و کسی به نقد درست نمیپردازه، به شناخت درست، که اتفاقا اگر ما بخوایم به مردم احترام بذاریم باید بشناسیم هم شرایط جامعه رو، هم خود این مردم رو که امروز من با اشاراتی سریع به شرایط جامعه میرم به سراغ مردم و اینکه چرا این چنین شد. آیا مردم اشکال در مردم بود؟ مردم مثلا کسی بودن که رفتن 30 تیر تو خیابون یا 25 مرداد ولی بعد خوش کردن این صده؟ نخست همونطوری که در برنامه قبل اشاره کردم باید توجه بکنیم که تو در فاصله خلاصه اول مرداد تا آخر مرداد وقایع بسیاری اتفاق افتاد. گروه های مختلف پراکنده شدن از دور هم دیگه، احزاب و سازمان هایی که در کنار هم بودن کم کم شروع کردن به فاصله گرفتن و احزابی مثل پانیرانیست مثلا مجمع مسلمانان و مجاهد، حزب آریا که یکی از افسران رئیسش بوده، حزب استقلال، عبدالقادر آزاد، احزاب ریز و درشت. و این در شرایطی است که توجه باید داشته باشیم که اکثریت مردم ایران هنوز در روستاها به سر میبرند و رجال سیاسی ما هر کدومشون تعداد زیادیشون چند تا روستا داشتند که در حقیقت ما هنوز در دوران فئودالیته داریم به سر میبریم و این رؤسا با روستاهای خودشون خیلی کارها میتونن بکنن. همچنین در شرایطی قرار داریم که لات ها و لوتی ها قدرت زیادی دارند. این اشاره که آقای بهبانی کرد به دولت سربداران، من همینجا اشاره بکنم که بدون تعارف دولت سربداران دولت لات ها و لوتی ها بود. از 12 به اصطلاح امیر سربدار 11 تاشون شکم همدیگه رو پاره کردند و سینه همدیگه رو درید و هم رو کشتند. و وقتی ما از زرق و برقا کنار بکشیم و بریم به تاریخ واقعی خواهیم دید که آش دهنسوزی نبوده و مستشرقین روسی و نیز آخوندها و کسانی که هر جنبش و شورشی رو که علیه کسی باشه انقلابی بررسی میکنن، من جمله همین واقعه 15 خرداد ارتجایی رو که دیروز بود به عنوان یک سرفصل و بررسی نمیکنن که چه موجودی در رهبریش قرار داره، در دوره‌ای که ما داریم صحبت میکنیم نیست این لات ها و لوتی ها قدرت فراوانی داشتند و حزب توده وجود داشت که در برابر ملی گرایی ایستاده بود، مصدق را هم حمایت میکردن به عنوان بورژوازی، نماینده بورژوازی میشناق روشن فکرانی داشتیم که عجولانه تحت تاثیر مارکسیسم بودند. وقتی که ما به احزاب نگاه میکنیم میبینیم که حزبی است، مثلا حزب توده در بعضی اسناد از کمک مالی شرکت نفت توسط مصطفی فاتح و سفارت روس بهره مند میشه. بعدها مثلا محمود جندی مدیر روزنامه به سوی آینده که علیه مصدق مینوشت میگه ما فقط تبلیغاتمان گسترده بود و زمین ساز وحشت مردم بودیم برای اینکه جامعه داره به طرف کمونیسم میره. دربارم که بعضش معلوم بود، گاه به طرف انگلیس، گاه به طرف آمریکا، مکانهای سیاسی مثل خانه صلح که محل حزب توده در خیابان فردوسی بود متعلق به سپه و زاهدی بود، ببینید چجوری در هم بر هم تنیده. خانه جوانان دموکرات حزب توده در خیابان سیام تیر در مالکیت ملکه مادر بود، دائم تظاهرات بود. وقتی که ما میبینیم مثلا احزابی که مخالف همند، مثلا در جشن خانه صلح در خیابان فردوسی یک بار آقای کیانوری و تبری و بزرگ علوی که از اعضای عالی مقام حزب توده بودند با علی اصغر حکمت و عباس مسعودی که معروف بود تمایل به انگلستان دارن روبوسی میکردند و خلاصه رفیق بودند. این چنین وضعیتی بود که از نظر سیاسی و اجتماعی احزاب. حالا ما باید بریم سراغ وضعیت
جامعه‌ای که اکثریتش در روستان، در شهرها. دفعه قبل من گفتم به دلیل بحران اقتصادی که گلوی دولت مصدق رو میفشرد، فشار بالا بود و انتقادها شروع شده بود. اینو باید دید، یعنی اگر ما اینو نبینیم و بپوشونیم چنان که میپوشونند، همونطوری که جدایی یاران مصدق رو در جبهه ملی مثل بقایی، مکی، کاشانی، حائری‌زاده، اینها رو زیاد ازش صحبت نمیشه، فقط قسمت‌های درخشان کردن روی میز. و این به ما کمک نمیکنه که تاریخ مملکت خودمون رو بشناسیم و بفهمیم که خلاصه وضع چطوری. مطمئن برم سر مردم. ببینید، حدود 17-18 روز پیش از جریان کودتای 28 مرداد، یا بعضی ها از کلمه کودتا خوششون نمیاد، اصلا رو لفظ دعوا نداریم، ماجرای 28 مرداد، مجلس 17 منحل میشه و گویا مردم به خیابان میان. البته رو این باید دقیق تر بحث کرد، به سود مصدق رأی میدن و یک هفته بعد ما یک چهره دیگری رو از جامعه میبینیم. سوال اینه که به چه دلیلی؟ واقعا اینجا باید ما یه مقداری تیز بشیم و از سطح و نمیدونم این دعوای سطحی و زنده باد مرده باد ها بریم به عمق، ببینیم چرا اینجوریه. چرا این ملتی که در تهران 2 میلیونی میگن نیم میلیون نفر میان در تظاهرات شرکت میکنن، تو این دوره 4-5 روز بعدش خبری ازشون نیست و منجر میشه به سقوط مصدق؟ ما ازش صحبت خواهیم کرد وقتی که خواهیم رسید. ولی ببینید، مهمترین مسئله اینه که جامعه ایران هر ما برق تقدسی بر سرش بیافکنیم و در مدارهای جاذبه مردم رو مثل پیامبران مقدسین بپوشانیم، جامعه مدنی نشده بود. جامعه مدنی با جامعه ایران روزگار فاصله زیادی داشت. جامعه مدنی جامعه ایست که الان تو اروپا هست. من بعدن در ادامه صحبت توضیح میدم که مشکل چی بود. کوشش شد بعد از مشروطه که در ایران جامعه مدنی ایجاد بشه، قدرت تقسیم بشه. خود دکتر مصدق همراه با احقاق حقوق ملی به دنبال تأسیس یک جامعه مدنی بود، ولی جامعه هنوز یک جامعه مدنی نبود و مردم رو ما باید تو این بافت ببینیم. جامعه ایران در عصر مصدق جامعه سنتی بود. جامعه سنتی، ببینید، ما در ایران، ایران پس از اسلام و قبل از اسلام، همواره در زیر یک قدرت، برخلاف مثلا آتن، برخلاف یونان که 800 سال 900 سال قبل اینها موفق شده بودند یک جامعه مدنی رو پایه‌هاشو در همون دیکتاتوری دارن ایجاد بکنن. در روم همینطور، در عین این که مثلا یه دیکتاتور حکومت میکرد ولی دورش محدود بود، همیشه مجلس قدرت داشت که اونو برکنار بکنه، ایران اینطوری نبود. ما از آغاز یک قدرت سازمان یافته‌ای به اسم شاه وجود داشت، دولت و قشون و ارتش، که جامعه ایران زیر لوای این زندگی کرده بود و قرنها رو گذرانده بود. بعد از اسلام نیز همینطور بود. قدرت سازمان یافته همیشه وجود داشت و جامعه و مردم میترسیدن. یعنی اگر شرایطی رخ میداد که این قدرت سازمان یافته تضعیف میشد، خب میومدن به میدون، سر صدای میکردن، سرنگون میکردن، میکشتن. ولی تا این قدرت سازمان یافته دوباره سر کلش پیدا میشد، جامعه خلاصه مثل مرغی که پر و بالش رو جمع میکنه، میرفت زیر پر خودش، میترسید و خاموش میشد. و دولت هم که ابزار سرکوب ارتش رو داشت به میدون می اومد و جامعه برمیگشت به اون روال سنتی، یعنی رضا به داده بده و از جبین گره بگشه. و جامعه نمیتونه مقاومت کنه اینجوری. جامعه‌ای که مدنی نباشه، هر چندم بیاد، ببینید وقتی که مثلا میاد تو میدون نیم میلیون میاد، مصدق در قدرته، نمیترسه از ارتش، نمیترسه از قدرت سازمان یافته، چون میدونه مصدق سرکوب نمیکنه، قدرت داره. ولی همین جامعه، چون جامعه مدنی نیست، این مردم چون در جامعه مدنی تنفس نکردن، میترسن در دور بعدی. در جامعه مدنی مردم نمیترسن، زیرا قانون ضامن و مسئول رفتارهای اجتماعی است
و نه قدرت سازمان یافتی. ترس وجود نداره. شما مثلا میبینید که در همین اروپا چند سال قبل این پناهندگانی که داشتند میخواستم چه کنم از یکی از این کشورها نروژ عبور بکنند، دولت دستور داده بود که راه اونا رو سد کنند، ولی پلیس فیلمشو نشون دادن، اومد اتوبوس ها رو متوقف کرد و به پناهندگان کمک کرد تا به سلامت بگذرند و به جایی که میخوان خودشون رو برسونند. این تفاوت جامعه مدنیه. یا مثلا الان یادم نیست در آمریکا یک بار که دستور داده بودن جلوی تظاهرات رو بگیرن در یک پارکی، رئیس پلیس گفت این با قانون نمیخونه و حرف دولت رو گوش نکرد و اجازه دادن مردم تظاهرات کنن. این جامعه مدنیه، ترس وجود نداره، آدما نمیترسن و وقتی که تظاهرات میکنن پلیس میاد ولی جامعه از پلیس نمیترسه و مردم کارشون رو ادامه میدن. این نکته گفتم در جنبش وال استریت پیش اومده بود که شهردار نیویورک یا واشنگتن از پلیس کمک خواست و تحصن رو ممنوع کرد. رئیس پلیس گفت که خواست شهردار خلاف قانونه و به آن عمل نکرد و به مردم گفت تظاهراتشون کن. این یعنی جامعه مدنی، یعنی مردم میتونن در هر شرایطی مقاومت کنند. ولی ما از اونجایی که قرنها زیر سلطه قدرت متمرکز و سازمان یافته بودیم و این قدرت متمرکز و سازمان یافته فقط در عصر مصدق پاش شل شده بود، ما جامعه مدنی نداشتیم. اگر جامعه مدنی داشتیم وضع مصدق فرق میکرد. حتی مصدق هم بعدا من خواهم گفت برخی کارها رو مجبور نبود بکنه، مثل انحلال مجلس یا مثلا اختلافی که افتاد بین دوستانش. ولی این چون وجود نداشت، مردم رو ما میبینیم که ظرف 4 روز یه جور دیگه میشن و این پاسخ رو یا سعی میکنیم که مثلا بگیم که آقا مردم ترسیدن، مردم بد بودن، مردم خیانت کردن، یا این که مثلا بگیم نه مردم آمدن شکست خوردن، نه خیر آقا نیومدن. یعنی تو 28 مرداد مردم سرکلشون پیدا نشد، به همون دلیلی که گفتم این رو میشه قشنگ بررسی کرد. در جامعه غیر مدنی شما بارها حتی برای خودتونم اتفاق افتاده که توی یک اداره هم که میرید یک کارمند دونپایه میتونه ایجاد ترس و وحشت بکنه و اگر بهش احترام نذارید کارتون انجام نده، چون قانون وجود نداره که قدرت متمرکز. یه جا ارتش، یه جای کارمند دونپایه مثلا تو در آمار ثبت احوال که باید آدم مجلس چه بگه تو کارش را بندازه. خب این حاصل تقصیر نه مصدق بود نه مردم، حاصل یک تاریخی است که من بارها تکرار کردم. ما مملکت ایران تاریخ پس از اسلامش به خصوص تاریخ حکومت اقوام جنگاور قدرتمند خونریز غیر ایرانی و اکثرا ترک تباران غیر ایرانی هستند که حدود 1200 سال با قدرت متمرکز بر سر ما حکومت کردند و این تا پایان دوره قاجار وجود داشت. رضا شاه پاشو شل کرد ولی او هم به طرف جامعه مدنی متاسفانه نرفت، اگرچه بسیاری کارها در این زمینه کرد، ولی باز هم قدرت متمرکز بود. برای اینکه نمیشد از یه تاریخی که 1200 سال مثلا با قدرت متمرکز حرکت کرده، خلاصه یه روزه مثل روم یا آتن کشوندش به جامعه مدنی. این یکی از راز و رمزهای نیومدن، یعنی راز و رمز اصلی به نظر من نیومدن مردم به میدونه. و اگر ما بخوایم اینو درست مثلا بفهمیم، باید مثلا بریم سراغ آتن. 6 قرن قبل از میلاد مسیح در دوران سلون، در سال 595 قبل از میلاد، 4 مجلس داره این مملکت. یک مجلس سنا داره، یک مجلس رئیس سفیدان داره، صاحبان خون و تبار، یک مجلس اکلیسیا داره که مجلس عوام و مردم عادی هن که میتونستن به این مجلس بیان، یک مجلس 500 نفره که در حقیقت متخصصینی بودند که قوانین رو تنظیم میکردن، و مجالس دیگه که الان یادم نیست. و اینطوری بود که پایه های جامعه مدنی رو گذاشته بودن. در چنین جامعه مثل آتن
نمایندگان دیگه مثل ایران رؤسای ایلات و قبایل نبودن که دستشون رو شمشیر یا تفنگ باشه، بلکه نمایندگان مردم شهری بودن، نمایندگان مردم کوچه و بازار بودن، نمایندگان طبقات مختلف بودن و تو کادر 400 سال قبل از میلاد مسیح باید اینو ببینیم. مثلا با امروز نباید مقایسه بکنیم، ولی پایه‌های جامعه مدنی رو اینها گذاشته بودند و در آتن یک شرایطی وجود داشت که هر آتنی میتونست در طول عمر خودش یک بار رئیس مجلس بشه. ببینید تنظیم وقتی اینجوری است، خب جامعه مدنی ایجاد میشه، نمیشه کودتا کرد. یک دیکتاتور بیش از 6 ماه وقتی میخوان موقع جنگ بهش قدرت بدن، میگفتن 6 ماه تو حق داری و بعد از اون مجلس این رو ازش میگرفت. در حقیقت در دوران مصدق ما به مدنیت نرسیده بودیم، به جامعه مدنی نرسیده بودیم و اینچنین است که مردمی که از قدرت متمرکز میترسن، هنوز هم به نظر من علاوه بر بسیاری پیشرفتاری که ما کردیم، این مشکل وجود داره. یعنی قدرت متمرکز، مثلا ما در زمان پهلوی بالاخره خیلی پایه ها ریخته شد، حالا از دو طرف این روسا تیغ برکشیده است، طرفداران شهریاری یک نوع خلاصه فکر میکنن که باید مطلق از همه چیز دفاع کرد، اون ورم همینطور که مطلق باید از مصدق دفاع کرد، ولی واقعیت اینه که جامعه ما هنوز هم که هنوز به جامعه مدنی نرسیده، به خصوص که پس از دوران پهلوی با ولایت فقیه قدرت متمرکز در دست فقیه 10 برابر شده، یعنی قابل مقایسه با دوره شاهنشاهی نیست. برای اینکه اگر اون زمان یک دونه حزب اگر وجود داشت، شما آزادی های سیاسی اون محدود بود، با ولی فقیه تمام آزادی های مدنی محدود است. این چنین است که میبینیم که مردم در کنار بحران‌هایی که وجود داشت، بحران اقتصادی، در کنار پراکندگی‌ها و تضادهایی که اوج گرفته بود، در کنار جدا شدن برخی از یاران مصدق، مردم هم هنگامی به میدان آمدند که از قدرت متمرکز نمی‌ترسیدند. یعنی اگر هم که احساس خطر می‌کردند خیلی نبود، چون می‌دونستم که دولت قوی است و مسئول دولت، یعنی دکتر محمد مصدق، قدرت کافی داره، اهل سرکوب نیست. ولی موقعی که دیدن ورق برگشت، از مردم خبری نبود. این اندکی از بسیار، اگر ما بخوایم به طور واقعا علمی مقدار به قضیه نگاه بکنیم، باید اینطوری ببینیم تا مردم رو درست بشناسیم و بتونیم این مشکل رو حل بکنیم. و هنوزم که هنوز ببینید تو احزاب و سازمان‌های سیاسی ما، اگه دقت بکنیم، بیایم تا همین دوره حاضر، ما جامعه مدنی رو شاهد نیستیم. همون جامعه خانخانی که رنگش کردن و یک نفر رهبر تمام قدرت رو در دستش گرفته و علنا اعلام میکنه که رأی که باشه من نیستم، من صلاحیت مطلقم و باید سر بگذارید. یعنی آقا جامعه مدنی وجود نداره، مدنیت در احزاب سیاسی وجود نداره و تا این مشکل حل نشه ما بشینیم مسئله روبرو هست. این اندکی از بسیار در رابطه با درست دقیقا، یعنی اون پایه هایی که باید ساخته می شده، چیده می شده، نشد. ببین ما اگه دوباره برگردیم به عقب، مثلا همه در مورد عصر رضاشاه سخن میگن و به درستی هم میگوین که مقایسه است دیگه. مثلا نگاه میکنیم اینی مثلا از 1304 تا 1320 که رضا شاه رو بیرون میکنن از ایران 16 ساله. تو این 16 سال ببینیم با چه سرعتی چقدر کار تو مملکت شکل گرفت و رضا شاه معتقد بود که اون عصر، مردمان اون عصر، بزرگان اون عصر معتقد بودن که امنیت اولویته، باید جامعه امن باشه تا در پناه امنیت بشود کارهای دیگر رو انجام داد و مسئله مدنیت اینجا در حقیقت به سایه رفت و همه رفت تحت لوای این که باید جامعه رو امن کنیم و تحت لوای همین امنیت، خب فشار، پلیس سیاسی، همه این مسائل به وجود اومد تا جایی که وقتی رضا شاه از ایران بیرون رفت
همه کسانی که در پیرامون رضا شاه بودند و کار کرده بودند، تکنوکرات بودند، منشأ اثر بودند، جشن گرفتن، خوشحال شدن از اینکه رضا شاه رفت و فضا باز شد، میشه حالا نفس کشید. اما بعد اعتراف میکنن که دو سه سالی طول نکشید که دیدیم ای داد بیدار، دوباره برگشتیم به همون جایی که الان شما به درستی بهش اشاره میکنی، خانخانی و جامعه‌ای که باز نشد، مدنیت درش یک نگرفت، نقش مردم درش معلوم نشد. خب دو تا جنگ هم هست دیگه، جنگ اول رو پشت سر میذاریم، جنگ دوم هست، دنیا متحول داره میشه، ما تو اون سایه نتونستیم کاری بکنیم. گفتم به علت اینکه امنیت رو اولویت قرار دادن این مسائل اینجوری پیش رفت. حالا برگردیم به همین دوران، دوران مصدق که درش هستیم، یه سوال اینجا مطرح میشه: با توجه به محبوبیتی که مصدق داره، با توجه به فشاری که پیرامونیانش میارن که آقا اگر که این کار به ثمر نرسد، همطور که میبینی دربار شما رو گریبانتو گرفته ولت نمیکنه، اسباب دردسر برات میشه، بنابراین باید شاه رو از قدرت خلع کرد. ولی مصدق زیر بار این حرف نمیره و میگه که من به قرآن قسم خوردم که طرفدار نظام پادشاهی باشم. این موزر رو شما چجوری میبینی و چه کتاب ها تاریخ راجب این بخش چی به ما میگه؟ ببینید آقای بهبانی، من فقط یه نکته ای که فراموش کردم در واقع با بحث قبلی بگم. ببینید که این مهمه که من دوستان رو تاکید میکنم که حتما این رو خودشون میتونن دنبال بکنن تو کتاب های مستاریخ تمدن ویلدوراند، که این درب، حالا اسلامیون کلی بهش انتقاد میکنن، پدیده ای رو تجربه کردن به اسم شکست قدرت و به طرف جامعه مدنی رفتن و این شکست قدرت تبدیل شده به یک درک و دریافت عمومی و این از روم باستان شروع شد. شما نگاه بکنید، اونا هم دیکتاتور داشتن، هر وقت جنگ میشد به یکی از کنسولها یا امپراتورشون رسما لقب دیکتاتور میدادن و اختیارات نامحدود و خارق العاده میدادن بهش و میتونستن این دیکتاتور بدونی که نظر مجلس بخواد خلاصه کارشو پیش ببره، ولی فقط 6 ماه یا حد اثر 1 سال به اون این اجازه رو میدادند. و وقتی ما تاریخ روم نگاه بکنیم، در طول 1000 سال فقط 2 تا امپراتور خواستن که استفاده بکنن بیشتر، ولی سنا اجازه نداد و یقشون رو گرفت و شکست قدرت به تجربه در اومد، به طوری که در غرب تبدیل شده به امری نهادین. ممکنه 1000 عیب داشته باشه ولی این شکست قدرت رو ما نداریم. ببینید این امپراتور حتی در همین دوره 6 ماهه ما تو تاریخ تمدن ویلدوراند میتونیم بخونیم حق نداشت که نظراتش به عنوان قانون تثبیت بکنه. این مال 1000 سال 1500 سال قبله و حق نداشت از اختیارات دیکتاتوری در مسائل مالی استفاده بکنه. و نمونه دیگه، ببینید در ایران و کشورهای شرقی به خصوص کشورهای تحت سلطه اسلام، جایگاه کاخ حاکم وسط شهر بود. غربی ها قرن هاست که شهرداری ها رو آوردن تو مرکز شهر. شهردار کسی است که نماینده مردمه. اینو میخواستم تاکید بکنم که روش دوستان کنکاش بکنن که مسئله بسیار مهمی است و بیشتر ما رو میتونه به این مسئله برسونه که چرا مردم نیومدن به میدان و چرا این اینقدر پاش سفت تمرکز قدرت. من این رو حتما تاکید میکنم که اپوزیسیون رژیم خمینی بعد از 30-40 سال در غرب موندن هنوز به واقع به مدنی شدن تن نداده و همون تمرکز قدرت رو در حزب و سازمان خودش داره استفاده میکنه و هیچ تأثیری از تمدن غربی نپذیرفته. این واقعا باعث تأسفه. اما برم سر صحبت بسیار مهم و نکته‌ای که شما اشاره کردید که چرا مصدق با اینکه میدونست که در خطر قرار داره، به نظر من مصدق شرایط رو از همه بهتر میفهمید و
در حقیقت یه تراژدی رو که داشت رخ میداد حس میکرد. ولی سه چهار تا محور وجود داره. یکی این که مصدق تاریخ ایران رو میشناخت، میدونست که این مملکت قرن هاست که با سیستم سلطنتی در اداره میشه و سلطنت یک محوره که هر بار پاش شل شده، چون همون نقطه که من اشاره کردم، جامعه مدنی هنوز وجود نداره، مفهوم دموکراسی جان نیفتاده، مشکل تو مردمه. ببینید بعضی عصبانی میشن، ولی من این رو به عنوان تجربه تاکید میکنم. ما در پایان قرن بیستم به دلیل کمبود همین مسئله رفتیم تو خیابون داد زدیم درود بر خمینی و این آخوند رو برشیم اووردیمش. حالا ما خواهیم زیرش در بریم. اگه مقاله اینش من این دمان زیر بغل مردم نظرید، بعضی ها براشفتن. نه واقعا این طوریست. این جامعه جامعه است که توش مدنیت، جامعه مدنی پاش صفر نشده، با شاهنشاهی چرخیده. هر بار هم یه شاهی سقوط کرده در طول تاریخ، یا یک شاه دیگه اومده، یا اگر نیومده مملکت دچار ریخت و پاش شده. شما نگاه بکنید مثلا موقعی که مغول ها حمله کردن به ایران و سلطنت خوارزمشاهیان از بین رفت، آره خوارزمشاه کلی اشتباه داشت، ولی ایران اولا یه 100 سالی زیر تاخت و تاز سه تا حمله مغول بود، بعدش هم دوره ایلخانان درست شد، ایران شد 14 تیکه، نمیدونم آل کرد یک طرف، آل چوپان یک طرف، آل مظفر یک طرف، سربداران یک طرف، اینا پدر مردم رو در آوردن. و خوب بدونید درباره همین سربداران، وضع در دوره سربداران از دوره مغول بدتر شده بود، اینو تاریخ نویسان میپوشونن، برای اینکه حکومت مغول جا افتاده بود، یه حساب کتابی داشت، ولی این حکومت های کوچیک پدر مردم رو در آوردن تا موقعی که سرکله دوره صفویان پیدا شد و دوباره ایران، البته باز هم به ضرب خونریز و شمشیر، یک پارچه شد و تونست یه مقداری جلو بره و رشد بکنه. یا مثلا در دوره‌ای که رضا شاه اومد سر کار، شما صحبت کردیم که هر گوشه‌ای یک خانی، یک ایلی، یک تباری با تفنگ به دست مشغول تاخت و تاز بود، مشغول کشتار بود، تا اینکه مملکت خلاصه سر و سامانی گرفت و رضا شاه اومد سر کار. این مسئله برای مصدق مطرح بود، یعنی خب تو اوج قدرت میتونست کارایی بکنه، ولی حتما این فکر هم میکرد که بعد چی؟ آیا میتونه کنترل بکنه مملکت رو موقعی که محور اصلیش رفته، محور تاریخی؟ ببینید این محور تاریخی خوب یا بد حول این مملکت داره میچرخه. من فراموش نمیکنم حرف رئیس ساواک مشهد سرنگشیخان رو که موقعی ما آزاد شدیم از زندان، یه ما بعد از زندان این گروه ما رو که 6-7 نفر بودیم، گروه دانشجویی رو خواست، خلاصه پس از پذیرایی ما اول گفتیم شاید میخوان دستگیر بکنن دوباره، ندیدیم نه خیلی پذیرایی چای و قهوه و شیرینی، یه صحبتی کرد که من خب اون موقع خندیدم بهش، ولی بارها بیادش افتادم. بابا شما هر کاری میخواید بکنید، علی اینو خص وزیر، علی اینو میدونم وزرا اینا، ولی اگر اعلی حضرت مشکلی براش پیش بیاد مملکت خواهد پاشید. و ما به فکر این بودیم که مملکت انقلاب میشه، ولی دیدیم که چون آلترناتیوی وجود نداشت، اپوزیسیون عقب مونده تر بود، حرف رئیس ساواک مشهد سرنگشیخان واقعی تر از حرف ما در اومد. هر کس هم انتقادی داشته باشه میتونه بکنه. این شناخت رو حتما مصدق هم داشت. مسئله دیگه شناخت آخوندها بود و ملاها. میدونست که اگر اون بره با قدرتی که اینها دارند، و دیدیم که 30-40 سال بعدش هم موفق شدند که بیان سر کار، چه بلایی بر سر ایران خواهد اومد. ولی نکته مهم که من قبلا یک اشاره کوچکی بهش کردم، با اینکه مصدق توان مقطعی ساقط نمودن شاه رو با استفاده از شرایط سیاسی داشت، ولی مصدق قبلا هم من گفتم مانیفستش، کتاب آسمانیش و اون چیزی که اعتقاد داشت قانون اساسی بود. مصدق به شدت قانونگرا بود و خارج از چارچوب قانون عمل نمی کرد، یکی از فارغ از اون خطراتی که احساس می کرد، تا جایی که به خودش و ذهنیت خودش مربوط بود،
این کانون گرایش بود که وقتی ما زندگی مصدق رو نگاه میکنیم، نه تنها در کارهای سیاسی بلکه در رابطه با مخالفان خودش هم این قانون گرایی رو عمل میکرد. این یکیش مثلا موارد قانون گرایی مخالفت با ضبط و توقیف اموال قوام السلطنه بود. ایده میگن چون فامیلش بود کوتاه اومد، ولی اینطوری نیست. اون قبول نداشت که وقتی یک نخست وزیری مثلا زیر ضرب میره، برن اموالش هم خلاصه بگیرند. و بعد از ماجرای سی تیر که قوام رفت و مصدق برگشت، خلاصه کسانی مثل مظفر بقایی که بعدن از دشمنان سرسخت مصدق شدن و شمس قنات آبادی، در تاریخ 12 مرداد 31 لایحه‌ای رو خلاصه گذروندند که اموال قوام خلاصه ضبط بشه. 90% نمایندگان هم رأی دادن، ولی مصدق با التزام به قانون اساسی مخالفت کرد و گفت که من مخالف این کارم و نباید اموال قوام مصادره بشه. وقتی هم که پایان کارش رسید، در دادگاه رو این تأکید کرد، گفت چون که این دو قانون بر خلاف اصول و تجزیه و تفکیک قوای ثلاثی که از مجلس گذشته بود خلاصه مخالف بود با ضبط اموال، من مخالفت کردم. یکی از مسائل دیگه که باید در رابطه مصدق متوجه بکنیم، مصلحت گرایی مصدق بود که با هر نوع تغییری سیاسی که در تعارض با قانون اساسی بود سختگیری میکرد و اساسا هر تصمیم میخواست بگیره قانون اساسی رو اول مد نظر قرار میداد، بعد تصمیم میگرفت. میگفت که ما باید نگاه کنیم که هر تغییری که ما در این قانون بخوایم بدیم چه تأثیرات خارجی داره و چه تأثیرات داخلی، و با در نظر گرفتن این خلاصه با شاه دشمنی نمی کرد و اگر هم سر قضیه به اصطلاح گرفتن قدرت وزارت جنگ با شاه رو در رو قرار گرفت، توضیح داد که مصلحت کشور این هست که دربار در وزارت جنگ دخالت نکنه، زیرا وقتی که ارتش تحت نظر شاه باشه هر دستوری که بده اجرا میکنن و این ممکنه به مشکل ایجاد کنه، ولی دولت وقتی مسئول باشه کار خطرناکی انجام نمیده. خلاصه بر اساس مصلحت کشور بود که این رو انجام میداد. این یکی از نکاتی بود که مصدق خلاصه با شاه در نمی افتاد. و یکی دیگه اینکه مصدق واقعا در موارد زیادی کوشش میکرد که شاه رو با نهضت ملی خلاصه ملی شدن رفت به سر خوشبین بود که میتونه موافق بکنه، و نیز همین خوشبینی رو در رابطه آمریکایی هم داشت. یکی از اشتباهاتی که میکرد، البته کاری نمیتونست بکنه چون که تو این چنبره گیری که افتاده بود بین انگلیس و آمریکا و شوروی، به نظر من این تراژدی به هر حال رخ میداد، ولی او اینچنین فکر میکرد و معتقد بود که هم آمریکا نهایتاً حمایت خواهد کرد و نیز شاه به قانون اساسی احترام میذاره و خلاصه از این زاویه به خلع شاه یا حذف شاه دستور نداد، چنان که در 25 مرداد موقعی که شاه و همسرش پرواز کردن از شمال به طرف بغداد، و خیلی از دوستان تندروش که معتقد بودن شاه باید نابود شه و کشته شه، اینا دستور دادن که گفتن خوبه که به ارتش دستور بدیم که برمونو برگردونه. حتی فرماندهان ارتش گفتن که ما میتونیم هواپیما رو ساقط کنیم، ولی مصدق گفت به هیچ وجه، برای برگردوندن هم گفت چون بدونی تیراندازی شاه بر نخواهد گشت، بنابراین تعقیبش نکنید، بگذارید بره. و خلاصه حاضر نشد. در یک کلام مصدق دشمن سلطنت به هیچ وجه نبود. ببینید، دشمن قدرتی بود که سلطنت به خودش اختصاص داده بود. حرف مصدق این بود که شاهان باید سیاست را به نمایندگان منتخب مردم واگذارند و مهم نبود برش چه حکومتی در ایران باشه،
جمهوری باشه، نمیدونم سلطنت باشه، ولی با توجه به تاریخ ایران توجه داشت که حذف شاه مشکلات زیادی ایجاد میکنه و اگر شاهان سیاست رو به نمایندگان مردم واگذارند و خودشون سلطنت بکنند، جامعه مدنی ایجاد خواهد شد و جامعه جلو خواهد رفت. دشمن سلطنت نبود، نگران خودکامگی بود و علاقه نداشت که فرصتی رو که جنگ جهانی با همه تبعات مضرش بر مردم ایران تحمیل کرده ولی یک فضای آزادی ایجاد کرده، بار دیگر خلاصه با یک اقتدار و قدرت متمرکز از دست بره و ردای دیکتاتوری دوباره بر قامت شاه جوانی که مورد علاقه مصدق، واقعا اگه ما ریز بشیم مصدق شاه رو دوست داشت، بارها نشون داده بود، تا حتی در دادگاه موقعی که از رضا شاه و شاه یاد میکرد با القاب کامل از اونها یاد میکرد، یعنی یک نگاه و یک اعلی حضرت و والا حضرت، میتونم خیلی با احترامان ترمش آدم نیست ولی میشه مراجعه کرد، بارها و بارها با احترام از اونها یاد کرده بود و مشهوره که وقتی هم که میرفت نزد شاه با همه سالخوردگی خیلی با ادب با محمد رضا شاه صحبت میکرد و نیز معروفه که پشت قرآنی رو نوشته بود که اقدامی در راستای الغای سلطنت در ایران به عمل نیاورد. شاید بشه از همین زاویه فهمید که یکی از دلایلی که فارغ از محبوبیت مردمی مصدق در میان توده های مردم، حتی توده هایی که می ترسیدند، ولی در کنار این اعدام نشدن مصدق با اینکه نوک پیکانی بود که خلاصه شاه رو سالها آزرده بود، از همین زاویه خلاصه باشه که در طول این ماها شاه میدونست که میتونست مصدق اونو خل بکنه یا مثلا موقعی پرواز کرده بود دستور بده که هواپیماشو ساقط بکنن، ولی این کارو نکرد و به همین دلیل هم میشه دید که اینجا واقعا اگه منصفانه نگاه بکنیم با خشونت ببینیم فاطمی رو اعدام کرد یا مثلا اعضای حزب توده رو، ولی مصدق به 3 سال زندان محکوم شد، اینو گفته بود. حالا سه موقعی که یک کسی رو که اومده بود سراغش، بکنم روزولت مسئول همین جریانات 28 مرداد، موقعی که پرسیده بود چه خواهی کرد، شاه گفته بود خیلی بی‌موضوع فکر کردم، مصدق به 3 سال زندان محکوم خواهد شد و بعد از آنم آزاد است، اما اجازه خروج از احمد آباد رو نخواهد داشت، ریاحی هم به 3 سال زندان محکوم خواهد شد، عده دیگر هم همینطور زندان های کم، ولی حسین فاطمی دستگیر نشده، پیدایش میکنم، او از همه گستاختر و بددنتر بوده، او به حزب توده خط داده که مجسمه منم و پدرم را در شهر پایین بکشن، اگر دستگیرش کنیم به اعدام محکوم میشه. این در حقیقت عکس العملی بود از اینکه مصدق شاه رو نمیخواست بندازه، به دلایلی گفتم، به دلایل آخوندها، به دلایل اینکه کمونیسم رو در کنار خودش میدید که مملکت دیگه محورش بیفته، و نیز قانونگرایی مصدق، مهمترین مسئله قانونگرایی مصدق و اینکه مصدق به هیچ وجه ضد شاه نبود، ضد قدرت سلطنت بود و میخواست شاه سلطنت بکنه، قدرت رو بسپاره به دست قانون. این اندکی از بسیاره، ولی باز هم در این زمینه میشه بسیار گفت. بله خب طبیعی است، میشه زیاد راجع به این موضوع حرف زد، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که یکی از دلایل مهمش اینه که مصدق مربوط به عصر مشروطه است و فعالیت کرده در دوران مشروطه و خیلی اون دوره رو دیده، خودش بهار یک شاهزاده است و از خانواده قجره و دیده همه ماجره ها رو، باش بزرگ شده و تو کار دولتی بوده، همه چم و خم داستان و تلاش برای اینکه قانون در صد قرار بگیره، گفتم در همون دوره سالهای 20 همه داستان بستر این بودش که بعد از خروج رضا شاه که قانون رو حاکم کنیم، که باز هم موفق نشدن. مصدق در این زمینه بسیار تلاش کرد، ولی چون همطور که شما هم به درستی در مقدمه اشاره کردی، اون جامعه مدنی ساخته نشده تو ایران، هنوز هم نداریم اونو.
اما یه موضوعی که هست اینه که از او یه قدیس میسازن. بعضی هم اون رو در حقیقت کافر و ملحد معرفی میکنن. طبیعی است که او نه قدیس است نه شیطان، او یه سیاستمداره و هر سیاستمداری مثل هر پدیده‌ای در عالم، هر فنومنی بالاخره مضرات داره، محاسن داره، ولی با هر کدوم از این طرفه، یعنی اگه به طرفداراش بری صحبت بکنی، لکه‌ای خاکستری در اون نمیبینن، چه برسه به سیاه. و دشمنانش هم که اون رو اصلا همش سراسر تباهی و سیاهی میبینن. چیه ماجرا؟ به نظرت مصدق با توجه به کار مفصلی که شما انجام دادی، اگه بخوای تعریفی ازش بدی، اون رو مبرا میدونی از گناه و اشتباه، یا اینکه اون رو سراسر اشتباه میبینی؟ چیه داستان؟ ببینید، مصدق در حقیقت ما اگر بخوایم بریم روی این مسئله مهم و جنجال برانگیز، چون واقعیت اینه که من بارها گفتم مشکل ما اینه که ما هر کدوممون یک هویت، مثلا از این نظر شخصی منه و بر اساس تجربه و رو خودم هم تجربه کردم، بیش از این که ما به حقیقت متصف باشیم، بیشتر یه هویت درست کردیم، هویت مجاهدی، هویت مارکسیستی، هویت ملیگرایی، هویت مصدقی، و کامل و تو مدار جاذبه اینو میبینیم. و یکی از دلایلی هم که من میگم که ما واقعا وارد جهان مدنی نشدیم و جامعه ما جامعه مدنی نیست، جامعه ما مردم مدنی نیستن، واقعا من اینو با کمال تأسف میگم، پیشتازان این جامعه که نمایندگان به صورت اپوزیسیون هستن، هیچ کدومشون جامعه مدنی رو درست احساس نمی کنن، حتی پس از 40 سال در جامعه مدنی غرب زیستن. خب این مثلا موقعی ما میخوایم بررسی بکنیم که آیا مصدق اشتباه میکرد نمیکرد، بسیار بسیار جنجال برانگیزه. من نخست همینجا تاکید بکنم که کسانی که مصدق رو به نقد میکشن چند گروه هن. نخستین گروه آخوندها و در رأس همه خامنه‌ای و خمینی هستن و این عقب افتادگان، این گروه هایی نمیدونم فدایان اسلام و مؤتلفه و کسانی که خلاصه مسمومن، مسموم دین و آیین خودشون هستن و نیز منافع اقتصادیشون ایجاب میکنه که خلاصه دنبال همون اندیشه متعفن خودشون باشن و مصدق رو محکوم بکنن. شما نگاه بکنید، حتی مصدق دکتر چیز خمینی مصدق رو مسلمون نمیدونست. یه بار سریعا گفته اون مسلم نبود. اولین بار شما خودتون رو حتما میدونید که ایشون، این جناب آیت الله خمینی، در نوف لوشاتو موقعی که با دانشجویان ملاقاتی داشت، یک صحبتی کرد که همون موقع پخش شد و در این صحبت قوام السلطنه و مصدق رو مورد نقد قرار داد و گفت این قفلت بزرگ از رجال سیاسی و علما، عرض می کنم که سایر اقشار مملکت ما واقع شد و این آدم را تحمیل کردن بر ما و دنبالش را هم گرفتن که قدرتمندش کنند. از آن وقت حالا قفلت ها شده، قوام السلطنه می تواند این کارها را بکند، لیکن با قفلت ها با ضعف نفسان نکرد، از او بالاتر دکتر مصدق بود، قدرت دست دکتر مصدق آمد، لیکن اشتباهات هم داشت، او برای مملکت میخواست خدمت بکنه، لیکن اشتباه داشت. یکی از اشتباهات این بود که آن وقتی که قدرت دستش آمد، این را خفهش نکرد که تمام کند قضیه را، یعنی شاه را نکشت. شما نگاه بکنید، این کاری برای اون نداشت، آن وقت هیچ کاری برای اون نداشت، برای اینکه ارتش دست او بود، همه قدرت ها دست او بود و این شاه همین ارزش را نداشت. آن وقت اینطور نبود که آدم قدرتمندی باشد. مثل بعد که شد، آن وقت ضعیف بود و زیر چنگال او بود، لیکن غفلتی شد. غفلت دیگر اینکه مجلس را ایشان منحل کرد، یکی یکی وکلا را وادار کرد که بروید استعفا بدهید. وقتی استعفا دادن، یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد. خلاصه حتی انحلال مجلس رو از موضع یک منتقد نمیبینه، میگه که بامبول دست شاه داد که اون رو عزل بکنه. برحال خمینی که از منتقدی نگاه آقا مصدق اشتباه کرده، ولی از موضع یک سلاخ و قصاب که آقا چرا خفه نکرد شاه مملکت، این همین حرفا رو خامنه ای میزنه که در مورد 28 مرداد بارها صحبت کرده
و از اونجایی که ایشون به اصطلاح همچنان رهبر دار دسته ایست که با شیطان بزرگ به اصطلاح در میفتن، میزنه تو سر آمریکا که اشکال مصدق اعتماد به آمریکا بود و اشتباهات تاریخی مرتکب شد و این انتقاد بهش وارده. البته خامنه ای اینه باید شکرگزار باشه که مصدق این اشتباه رو به قول خودش کرد، برای اینکه بعد از این بود که شرایط آماده شد که مملکت بیفته دست آخونده. ولی من قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم یه سری اسناد نگاه میکردم، این سوال رو از یه عده خواننده کرده بودند که به نظر شما مصدق چه جور آدمیست، چه اشتباهاتی کرد. جالبه که بیشترشون نقاط مثبت نوشتن. نوشته که یک نفری اسم حلاج نوشته همیشه دوست داشتم درباره مصدق بنویسم، تیترش هم بذارم نخست وزیر ایستادگی و حصر. بعد یکی دیگه نوشته که مصدق پدر اسلامگرایی مدرن شیعه بود که آرمانش برای تشکیل حکومت شریعت اسلامی بالاخره با انقلاب 57 محقق شد. اینو به طنز البته نوشته به نظر من. اسم کسرا که میگه که یعنی شکست اون موجب شد که. یکی دیگه نوشته آدم مبارز و عصبانی و پیگیر. حقیقتش اینه که شناخت ندارم. خلاصه 30-40 تا نظر در مورد مصدق، کارهای خوب کرد، کارهای بد کرد، به نوعی انتقاد کردن. عده ای از موضع راست، عده ای از موضع چپ، ولی بیشترشون به وطن پرستی و ایران دوستی مصدق خلاصه تأکید کردن که او کسی بود که آزاد و پاک زیست و زندگی شخصی و سیاسیش کتاب و درس زندگی شد و همیشه در ایران نامش زنده خواهد. انتقادهایی که مصدق وارد هست، حالا من انتقادی هم که به نظر خودم هست خواهم گفت، نظر شخصیمو، یکی از چیزها اینه که میگن که قطع رابطه مصدق با انگلیس به اون صورتی که اون جلو رفت در شرایطی که ایران زیر بحران اقتصادی بود و نمیتونست در بیاد و زیر ساختای گستردهی در زمینه کشف و استخراج و حمل و نقل نداشت نادرست بود و وقتی هم که پیروز شد حتی در دادگاه بین‌المللی ما یک خلاصه پیروزی ملی رو میبینیم، ولی فقط این کافی نیست زیرا بعدش تبعاتی که رخ داد موجب شد که من جمله خود او بیفته توی چنبره یک سری مسائلی که سرانجام حذف بشه. در این نگاه که مطلق گرایی در حقیقت مصدق روی استقلال و ملیت، ما میتونیم به این نتیجه برسیم که سیاست یک جهان امکانه نه جهان مطلق گرایی. مصدق در نظر داشت که همه حقوق و مطالبات مردم ایران رو در عرصه جهانی محقق بکنه، در حالی که میبایست در پی محقق کردن مطالباتی باشه که حد اکثر امکان تحقق رو داشتن. همه مطالبات امکان تحقق نداشت و همین تراژدی رخ داد که نهایتاً کشید به ماجرای 28 مرداد و یه جنگ و دوای شروع شده که پشت پردهش ما باید بریم به تئوری محقق شدن همه چیزها یا محقق شدن حد اکثر امکانهای موجود، یعنی همه مطالبات رو مصدق نباید میکرد زیرا پایانش همین ماجرای 28 مرداد بود، بر افروختن آتش خشم آمریکا و انگلیس در سیاست خارجی، از یک طرف تنش با شاه، از یک طرف برآشفته کردن نظامی ها، از یک طرف خلاصه موجب جدا شدن دوستاش و به نوعی یک نگاه ریالیستی و واقع‌گرایانه به شرایط سیاسی روزگار خودش نداشت و با یک نگاه ایدئالیستی و البته انسانی در سیاست جلو می‌رفت. ولی سیاست جای ایدئالیسم نیست بلکه جای ریالیسم، باید مسیر تحولات اجتماعی در نظر گرفت و جلو رفت. یکی از انتقادهایی که میشه روش فکر کرد به مصدق که آیا واقعا میتونست تمام مطالبات رو محقق بکنه یا نه. حالا وقتی ما
برسیم به خود ماجرای 28 مرداد و شرایط اجتماعی و بعدش خواهیم دید که مقداری میشه روی این خلاصه بررسی کرد. یکی از اشکالاتی که مصدر میگیرند این انحلال مجلسی که از شاه خواسته بود که مجلس منحل کنه، شاه قبول نکرده بود، زیرا اینجا یکی از انتقادهایی که مصدر میشن میگن حق نداشت مجلس منحل بکنه، زیرا وقتی مجلس منحل کرد به نوعی البته با نیت خیر رو به دیکتاتوری آورد، زیرا در مجلس مؤسسان سال 28 سه قانون تصویب شده بود. اول اینکه اختیار انحلال مجلس سنا و شورا رو به شاه داده بودند. دوم اینکه مجلس سنا رو به وجود آوردند. و سوم اینکه در نبود دو مجلس سنا و شورا شاه حق عزل نخست وزیر را دارد و میگن به همین دلیل موقعی که مصدق منحل کرد شخصاً شاه هم اونو عزل کرد. این جزء قانون اساسی بوده و مصدقی که خودش قانون اساسی گرا بوده از شاه میخواد که مجلس رو منحل کنه و شاه قبول نمیکنه. خب اینجا مصدق میاد رفراندوم برگزار میکنه، مجلس رو منحل میکنه. این در حالیه که قانون اساسی اجازه منحل کردن مجلس رو توسط مصدق نمیده و همینجاست که اختلاف بین مصدق و یارانش شروع میشه و در آغاز کار تا موقعی که کاشانی با مصدق بود مردم رو میتونه بسیج بکنه و وقتی که شاه مصدق عزل میکنه مردم بیان به میدون و خلاصه شاه شکست بخوره، ولی در نهایت این به ضررش تموم شد. به جز مسئله به اصطلاح قبلی که من اشاره کردم، این مسئله انحلال مجلسی که از نکات دعواییه که واقعا روش میشه بحث کرد، رفتید که آیا کسی که خودش قانون اساسی گراست میتونست این کارو بکنه. یعنی یکی از اشکالاتی و انتقاداتی که وارده، البته به نظر من چاره ای نداشت، در حقیقت به نوعی وقتی ما نامه‌های مصدق رو با آیزنهاور میبینیم و تلاشاش برای گرفتن وام، در حقیقت یه نوع اعتماد و یه نوع خوشبینی نسبت به آمریکا داشت، در حالی که آمریکا در کنار انگلیس بود و می نویسند که در اون دوره 80% به اصطلاح امکانات تکنیکی انگلیس توسط آمریکا بازسازی شده بود. این دوتا در حقیقت در کنار هم ایستاده بودند و در جریان ملی شدن صنعت نفت آمریکا اگرچه اوایل یک چهره خوبی گرفت و مصدق فکر کرد که میتونه از اون کمک بگیره، ولی نهایتاً در کنار انگلیس ایستاد و مصدق تا آخرین روز هم این اعتماد رو، این اشتباه رو در حقیقت تسهیل نکرد و به همین دلیل در تنگنا قرار گرفت. یعنی به جز انحلال مجلسی که اعتماد به آمریکا، ولی وقتی که ما مسائل رو بررسی بکنیم اینجاست که من میگم این تراژدی به نظر شخصی من اتفاق میافتاد، یعنی چیز دیگه ای در انتظار نبود. برای اینکه تفاوت فاجعه و تراژدی اینه که مثلا فاجعه قانونمندی نداره، ولی وقتی ما همه اینا رو کنار هم میذاریم، وضعیت بحران اجتماعی اقتصادی جامعه، وضعیت اختلاف بین یاران مصدق، جدایی کاشانی، وضعیت مردم، میبینیم که این رخ میداد. سر اعتماد وقتی مثلا ما نامه مصدق رو میخونیم که به آمریکا، در اونم در زمانی که واقعا دیگه داشت به طرف مشکلات پیش میرفت، مینویسه که با آیزنهاور ملت ایران امیدوار است که با کمک و مساعدت و حکومت آمریکا موانع به وجود آمده در کار فروش نفت ایران برطرف گردیده و چنان که حکومت آمریکا قادر نیست چنین موانع ایران مرتفع سازد، میتواند کمک های اقتصادی، یعنی پناه برده بود با آمریکا. دفعه قبل من گفتم ملتی که اقتصادشون نفت بود یک شبه نمیتونه با ملی کردن نفت و در محاصره قرار گرفتن مسائلش رو حل بکنه. اشاره کردم که کلی مشکل ایجاد شد، بیکاری ایجاد شد، مجبور شد میلیون ها پول چاپ کنن که مشکل ایجاد کرده. یکی از دلایل اختلاف هم همین چاپ پول ها بود، در حالی که ما وقتی که آمار کارمندان دولت رو میبینیم از شهریور 1120 تا 32 تعداد کارمندان و حقوق بگیران دولت سه برابر شده بود در ایران. وقتی بحران پیش اومد اینها
تحت فشار قرار گرفتن و بخشایشون کنده شدن از کنار مصدق و جزء مخالفین قرار گرفتن. اینا رو باید دید. این نکاتی، یکی از نکاتی که این آقای مجید تفریشی هم به اون اشاره کرده و به نظر من درسته، من با ایشون هم نظرم، این مقوله این انحلال مجلس هست که ایشون میگن که مجلس افتهام مجلسی بود که انتخابات اون رو خود دکتر مصدق برگزار کرده بود و خوب یا بد برکشیده مصدق بود و در دوره مشروطیت همیشه رویه دولت‌ها بدین گونه بود که اگر به هر دلیلی شرایط آن گونه که دولت‌ها قصد داشتن پیش برن پیش نمی‌رفت و برخلاف منویات آنها بود، انتخابات را باطل می‌کردن و به اصطلاح قانونی آن زمان می‌گفتن کرسی معطل می‌ماند. خلاصه این انحلال مجلس وقتی که ما ریز نگاه بکنیم، مثلا کتابی که آقای نوشته به اسم عطاالله فرحی، این میگه که اسامی نمایندگان 24 دوره مجلس رو نوشته، تعداد نمایندگانی که به مجلس راه نیافتند و شهرهای بدون نماینده در دوره‌های مختلف در مجلس در دوره‌های اول تا 16 مجلس، یعنی از صدر مشروطیت تا اوایل دولت مصدق و 18 تا 24 نوشته، حجم تمام کرسی‌های معطل مانده نصف دوره مصدق و مجلس افتهام است. یعنی در مجلس افتهام بیشتر کرسی‌ها خالی موند. این مشکلی بود که ایجاد شد. انحلال مجلس افتهام میگن بزرگترین خطا بود. تعدادی از نمایندگان این مجلس استعفا داده و حضور نداشتند. وقتی که رفراندوم برگزار شد، دولت مصدق که مشروعیت خودش رو از مجلس گرفته بود، حق نداشت منبع مشروعیت خودش رو منحل کنه، همونطوری که مدیر عامل هیچ شرکتی نباید نابودی مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت خودش رو در پیش رو بگذاره. این به خصوص که وقتی که ما از صد به قم یه مقداری بریم، وقتی که رای گیری برای رفراندوم برگزار میشه، اینطوری نبوده. واقعا باید یه مقداری جرأت داشت و اومد جلو و نارسایی‌ها هم دید. انتخابات در دو روز در تهران و شهرستان‌ها برگزار شد در رفراندوم. محل رأی‌گیری موافقان و مخالفان جدا از هم بود، یعنی مردم می‌دیدند چه کسی رأی مخالف می‌داد. ارعاب وجود داشت، با مخالفان زد و خورد شد، اجازه رأی دادن به آنها داده نمی‌شد. نتیجه این انتخابات هم به این گونه بود که تنها 0.1%، یعنی از هر 1000 نفر یک نفر به بقای مجلس رأی داد. چون انتخاباتی واقعی نیست. اینجا باید دیوارهای جاذبه رو شکست، برای اینکه مصدق به اندازه کافی نام نیک در تاریخ ایران داره، ولی این معنیش نیست که ما همه چیزهایی که رخ داده تایید بکنیم و نهایتا هم خودش تو بنبست قرار گرفت به همین دلایل. و یک هفته بعد از این قضایا بود که ماجرای 28 شماردار رخ داد و نشون داده شد که آماری که انجام شده آمار دقیقی نیست، در حالی که اگر اینطور نبود باید ما شاهد باشیم که مردم بیان تو خیابون. در حقیقت مهمترین بازنده رفراندوم انحلال مجلس خود دکتر مصدق بود، یارانش مثل دکتر صدیقی، نریمان، شایگان، خلیل ملکی اعتراض کردند و همین کار موجب تسهیل خلاصه پیشرفت کارهای محمد رضا شاه شد. آره، ولی دو تا موضوع این وسط هست. شما دارید نزدیک میشیم به این موضوع. مثلا 25 مرداده خب شاه تصمیم میگیره، یا دربار در حقیقت تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده. شاه از ایران بیرون میره و دربار جدا مصمم میشه که مصدق رو ساقط کنه، ولی 25 مرداد موفق نمیشه. یه نکته وجود داره اینجا که این بارها گفتم، این کاری رو که آقای انور خامه یا این آقای احمد احمدی انجام داد که تاریخ شفاهیه، اون جزء زمره کسانی است که به دنبال تاریخ شفاهی ایران رفت تو دهه 90 میلادی، تو سال 80 در حقیقت، و شروع کرد با این آدما
یکی یکی مصاحبه کردن، تاریخ شفای، اورال هیستوری، و یک کار مفصلی رو انجام داد. تو بخشای مختلف رفت، با آدم های مختلف صحبت کرد و تصفانه استقبال نشد از کارش. بعد یه سازمان هایی وجود داشته باشن بیان و پول بریزن در این داستان. ما نداریم، ما پولدارامون میرن دنبال بازی های خودشون، مثلا یه دادم دورشون میکنن اینجا میبرنش مثلا توی وادی دیگه، در حالی که بایدی که پولدارا بیان برن و این کارا رو دنبال کنن، پولشون رو در این راه بذارن. اگر بریم اسممون رو بنویسیم تو دانشگاه، نمیدونم اسممون رو مقوا بنویسن تو دانشگاه، جمهوری اسلامی از همه بهتر این کار رو کرده، تمام دانشگاه های آمریکا رو تسخیر کرده. بگنه بی خودی نیست که اون یارو قاتل جنایتکار رو بیارن ببرنش تو دانشگاه پرینستون، اونجا اولین مرکز مطالعات خاورمیانه شناسی در آمریکا همین دانشگاه پرینستونه که این یارو مرتکب رو گشتن اونجا، حسین موسوی. چون جمهوری اسلامی پول خرج میکنه، دانشگاه مریلند همینطور، یو سی ایروین، نمیدونم همین دانشگاه ایروین مقصودمه، در دانشگاه لس آنجلس، این جایی که شیکاگو، این جایی که من دیدم از نزدیک، جمهوری اسلامی پول خرج کرده، پول خرج میکنه. نیازی به این نیست که شما بری اسمتو بزنی به دیوار، شما با پولتو بیاری اینجا خرج کنی، اینجایی که به نفع مردم باشه. یعنی اسم شما رو تو دانشگاه آمریکا بزنن هیچ کمکی نیست، به هیچ کس کمکی نیست. به هر حال حمید احمدی یک کار مفصله که حتی رو مثلا با این بچه هایی که کار چریک شهری انجام داده بودن با اینا هم مصاحبه کرد، ولی متاسفانه بعدها خودش در گزارشاتی رو که تو این زمینه منتشر کرد نوشت که خب اینا بیشتر دروغ میگفتن به جای اینکه تاریخ رو روایت کنن. مثلا میگفت ما 40 روز دو نفری تو اتاق بودیم، میگفتم خب شما یه زن و یه مرد جوان، یه دختر پسر جوان تو اتاق بودید با هم تو اون شرایط تنگ و سخت و اینا، هیچ رابطه سکسی؟ نه اصلا اول نه. خب امر محاله. یا اینکه فرض کنید که میگفتش که آره ما 40 روز اونجا بودیم فقط بیسکویت میخوردیم با شیر، من بهش گفتم که اگه شما یه هفته این کارو بکنی کارت به بیمارستان میکشه، بدن تحمل نمیکنه که یه هفته تمام شما فقط شیر و بیسکویت بخورید، خب بیمار میشی، دلد میگیری، مجبور میشی بری مریض خونه. ولی راستش که نمیگفته. البته اینا رو دارم میگم که به این نتیجه رسیدم که یک گفتگوهای مفصلی هم با بزرگان حزب توده انجام داده و اونا روایت میکنن که ما همه کار رو مثل این اتفاق رو ما در دوره همین انقلاب هم روایت سعدی عصار، برادر سیف عصار، برای من در واشنگتن تعریف کرد که ما عملیات رو گذاشته بودیم که بریم 2000 تا از سران که فسق میکردیم که در این انقلاب 57 مؤثره اینا رو دستگیر کنیم ببریمشون به جنوب، بریم کیش یه جایی و اینا رو یه 2 هفته نگه داریم تا قال بخوابه. و میگه همه برنامه حاضر شد، ما همه رفتیم سر عملیات، منتظر بودیم که مثلا ساعت 8 صبح هجوم ببریم به خونه ها اینا رو دستگیرشون کنیم، منتظر بودیم که بگه از خروس لاری به مرغ همسایه، یه وقت پیام اومد که از مرغ همسایه به خروس لاری برگرد به خانه. همه برگشتیم متحیر که پس چه اتفاق بود. این همین ماجرایی که تو 57 هست، این همینو حمید احمدی در مصاحبه که من فیلماش رو بارها اینجا پخش کردم انجام میده. اونا رو نمیتونم روی آرشیو قرار بدم، رایتش مال من نیست، من حق چنین کاری رو ندارم.
اونجا هم تعریف میکنن که ما آماده بودیم که بریم عملیات رو شروع کنیم، رفته بودیم در مخفیگاه هامون منتظر نشسته بودیم که از حزب فرمان بیاید و هیچ فرمانی نیامد و ما همجور سرگردان نمیدونستیم کجا بریم چیکار بکنیم. می رفتیم درست خونه عمه، خونه خاله، بالاخره یکی یکی خبر آمد که یکی یکی رو دستگیر کردن. این مربوط است به همین ماجرا. اینا رو میخوام بگم برای اینکه بفهمیم که واقعا هنوز هم نفهمیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. دربار پرسشم این بود آقای یغمی، دربار تلاش میکنه، در شاه از ایران رفته 25 مردم رو بیاره، مردم نمیان، چه اتفاقی میفته که این مردم در 28 میان تو خیابون به نفع دربار؟ چی فهمیدی از این همه کاری که کردی؟ ببینید، اول از سر این مسئله 25 مرداد دو تا نظریه اینجا هست، چون وقتی که ما داریم بحث میکنیم به قول معروف تعارف رو باید گذاشت کنار. یکی از نظریات اینه که دربار میخواست کودتا بکنیم علیه مصدق و خلاصه اون رو فرو بکشه و یارانش رو بگیره بکشه، مثلا دیر هم گرفتن اینا رو. ولی یه نظر دیگه این نیست، میگن که وقتی که به اصطلاح قضایا بالا گرفت، شاه دستور عزل مصدق رو نوشت که بعضی نظرات میگن موقعی که مجلس منحل شده، او شاه دیگه مجلسی نیست که نخست وزیر رو معزول بکنه، شاه این میره در اختیارات شاه. برحال ولی چون میدونست که مصدق قدرتمنده و دیده بود که در دورهای قبل چطوری مردم اومدن تو خیابون، بلند میشه میره شمال با همسرش برای اینکه تو تهران نباشه و تو شلوخی های اتفاقی افتاد. و ماجرا اینطوریه که روز 25 مرداد ساعت 2 صبح سرهنگ نصیری که فرمانده گارد شاه بوده، فرمان عزل دکتر مصدق رو در منزلش به اون ابلاغ میکنه، ولی اونجا توقیف میشه چون نگهبانان خانه مصدق آماده بودن. اینجا یک نظری دیگه هم هست که من اسناد بررسی میکردم، میگن مصدق پذیرفت و حتی پیام رادیویی هم داد که خلاصه داستان عزل خودش رو برن از رادیو پخش. اینا جالبه به نظر من، زیرا نشون میده که پشت پرده وقایع ممکنه وقایع دیگه هم اتفاق افتاده. یعنی کسایی که سعی میکنن که همه چی رو به رنگهای درخشان بیارایند و یک طرف رو تاریک مطلق، یک طرف روشن مطلق، من به این معتقد نیستم. باید همه نظرات رو دید، ببینیم کدوم درسته، آیا رنگ از حقیقت داره یا نه. برای میگن کسانی مثل شایگان و دکتر فاطمی جلوی این پخش این چیز رو گرفتن و گفتن لازم نیست و اونو تبدیل کردن به یک حرکتی که خب این فاصله 4 روز هم خیلی اتفاقات افتاد، سخنرانی ها، مجسمه ها رو پایین کشیدن اینها. به هر حال وقتی که این اعلام شد، به جای اینکه به اصطلاح پیام دکتر مصدق رو که میگن داده بود که پخش بشه، رادیو اعلامیه‌ای در وقوع کودتا در کشور داد و خونسا شدن آن رو اعلام کرد. این ترم، حالا 28 مرداد داستان چیز دیگه است، ولی این ترم کودتا روز 25 مرداد یه مقدار به نظر من سنگین. شاه و ثریا میرن رامسر و وقتی که میفهمن که نصیری دستگیر شده و خلاصه موفق نشدن که فرمان عز رو اجرا کنن یا کسایی میخوان دستگیر بکنن، سوار هواپیمای شخصیش میشه و به خلبانی سرهنگ خاتم میره به طرف بغداد. همزمان با این حرکت روز 25 مرداد، رئیس ستاد ژاندارمری طبق بخشنامه اعلام میکنه که در اجرای مراسم صبحگاه و شامگاه واحدهای ارتش از ذکر نام شاه خودداری کنه. شما نگاه بکنید، دکتر فاطمی وزیر امور خارجه است، اطلاعی میده به سفرا و وزرای مختار و کارداران ایران در کشورهای خارج که شاه از سلطنت خلع شده و نباید مورد استقبال قرار بگیرد. زاهدی رو توسط فرمانداری نظامی احضارش میکنن. دکتر مصدق طی اعلامیه انحلال مجلس شورای ملی رو انتشار میده. دکتر مظفر بقایی
و علی ظاهری و عده دیگه از نمایندگانی که استعفا ندادن دستگیر میشن. تعداد زیادی از افسران به اتهام شرکت در کودتا دستگیر میشن: باتمانگریش، نصیری، زند کریمی، اسکندر آزموده. لشکر گارد خلصرا میشه و همزمان شاه وارد بغداد میشه و به طور غیر رسمی از طرف ملک فیصل استقبال میشه، ولی خلاصه وزیر مختار ایران حاضر نمیشه، با اینکه دولت عراق میگه که بیاد به حضور شاه، نمیاد و عکس‌های شاه ثریا رو از تمام ادارات دولتی در ایران جمع‌آوری می‌کنن و شروع میشه داستانی که اینجا حزب توده هم نقش زیادی داره، فرو کشیدن مجسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه در تهران و شهرستان ها، نام خیابونا رو تغییر میدن و عده زیادی دیگه رو، من جمله ابوالقاسم امینی کفیل وزارت دربار، سلیمان بهبود رئیس اشرف دربار دستگیر میشن. ببینید ایران به هم میریزه در حقیقت. چیزی که نباید رخ بده، یعنی یک جدالی که بین شاه و خسروزیر و اون دو دایره‌ای که حول این دوتا در حال چرخش دولت‌های خارجی و داخلی، در حقیقت این پیروزی نیست، این یک بحران و یک طوفانیه که اسم پیروزی گذاشتن روش که آقا 25 مرداد کودتا شکست خورد. نه، ماجرا ادامه داشت. دکتر فاطمی تمام کاخ‌های سلطنتی رو محرومون می‌کنه، سرتیب ریایی درباره کودتا صحبت می‌کنه و میگه فرار شاه به معنی استعفاست و بعد از ظهر روز 25 مرداد یک میتینگ بسیار بزرگی در میدان بارستان تشکیل میشه که در این میتینگ که سخنرانیاش چاپ شده تو روزنامه روز و علمم هست، دکتر فاطمی خواستار لغو نظام سلطنتی ایران میشه. دکتر شایان میگه تحفه‌ای که میبایستی به تهران بیاید به بغداد رفت. روزنامه های حزب توده سنگ تمام میذارن خواستار لغو نظام سلطنتی و دکتر فاطمی در روزنامه باختر امروز حملات بسیار شدیدی به شاه و خانواده سلطنتی میکنه و خلاصه وضعیت به هم میریزه، چون اعلام میکنن که شاه فرار کرده و بدون اینکه دستور بده شورای سلطنت تشکیل بشه این فراره و دکتر فاطمی میگه یعنی استعفا داده و رفته. این آغاز این به اصطلاح ماجراست. حالا تو این وقتی که ما دنبال بکنیم میبینیم که این سخنرانی که مثلا میدان بهارستان شد، اگر ما با نگاه امروزی نگاه بکنیم و شرایطی رو که مصدق توش بود در روزگار ببینیم، میبینیم شدنی نیست. یعنی این خیالات و رویاهایی که ظرف 4 روز یک نظام سلطنتی رو که در اثر درگیری نخست وزیر شاه به هم ریخته تبدیل بشه به یک حکومت غیر سلطنتی، اونم با مردمی که صحبت کردیم تو چه شرایطی هستن، حالا شعارهای مردم ریختن تو خیابون، ببینیم مردمی که باز اینجا دیگه چماق سرکوب و قدرت متمرکز رو نمیبینن، میان تو خیابون: مصدق پیروز از ما، شاه نمیخواهیم، نابود داد به ساعت ننگین دربار پهلوی و شاه فراری و اجنبی پرست باید محاکمه مجازات کردن. جمعیت میلیونیست و این جمعیت میلیونیست که خواست فراکسیون نهضت ملی را میفته به طرف میدان بهارستان و روزنامه هم انگار که یک انقلابی مثل انقلاب کبیر فرانسه رخ داده تمام زورشون رو میزنن که این روز رو تبدیل کنن به یک روز بیادماندنی و حماسه 25 مرداد رو خلاصه ثبت کنن در تاریخ. در میدان بهارستان سخنرانی‌هایی که ما گوش می‌کنیم واقعا امروز من خودم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک ایرانی جامعه گرا که طرفدار یک حکومت مردم گرای متعادل هستم و معتقدم که باید قدرت در دست مردم و نمایندگان مردم باشه، ولی این سخنرانی‌ها رو سخنرانی‌های احساسی می‌بینم. مثلا جلالی موسوی که اولین سخنران میتینگ میدان بهارستانه شروع میکنه با آیه از قرآن: یریدون لیطف امور الله به افواهم و الله متم نوری ولو کر الکافر، اراده کردن نور خدا رو خاموش کنن با دهانهایشان و پروردگار نورش رو کامل میکنه اگرچه دوست نداشته باشن کافرون که منظور شاه و خاندان سلطنت.
و با شعری المنت لله که از این شعبده جستیم، جستیم و هم رشته تزویر گسستیم. از آن که ملامتگر ما شیوه دیگر کرد، ما کوک صفت بر سر آن شیوه نشستیم. و خلاصه سخنرانیش تاکید میکنه به قدرت عظیم مردم که حمایت خود از دکتر مصدق رو ادامه دادن. بساط دیکتاتوری در ایران برچیده شد، استعمارگران ناامید شدن، به انزوا درآوردن و موفقیت کامل شد در سایه حضور مردم، و در حالی که هیچ کدوم از اینا واقعی نیست. یعنی نیروی عظیم مردم رو نمیبینه که با چه فضایی اومدن بیرون. آره، مردم دوست داشتن مصدق رو، ولی سه روز بعد خبری از این مردم نیست. استعمارگران مشغول کاراشون هستن و ایران ایرانی نیست که مثلا بر پایه‌ی جنبش عمیق با نمایندگان واقعیش و مردمی که جامعه مدنی دارن بتونن ادامه بدن. این خلاصه سخنرانی این آقاست. بعد آخر سخنرانیش میگه: هم میهنان، این روزها از آن لحظات تاریخی میتواند باشد که گاه به گاه در سرنوشت و زندگی ملل پیدا میشود که ممکن است آغاز فصل جدید حیات اجتماعی باشد. سعی کنیم همونطور که امواج حوادث را سر گذراندیم، از روی دسایس گوناگون و توطئه‌های رنگارنگ گذشتیم، خود را لایق و شایسته وراثت و افتخارات کهن نشان دهیم و مردم شعار میدن درود بر مصدق. دکتر علی شایگان سخنرانی میکنه، ولی او سخنرانیش معقولتره و واقعیتر. میگه که مردم دارن شعار میدن مرده باد شاه، ولی دکتر شایگان میگه ما میخواستیم شاه سلطنت کند و نه حکومت. دخالت شاه در امور مملکت مشروطه را مختل میکند. اجانب میخواستند دربار را در مقابل نهضت ملی علم کنند و هرچه شاه را متوجه وظایف کردیم گوش نکرد و این سرنوشت رو خلاصه برای خودش رقم زد و میگه که او میخواست مصدق رو توقیف بکنه، اعدام بکنه و از این کارها. بعد مهندس زیرکزاده سخنرانی میکنه که بحثش همینه که اینا گفتن که آقا مردم ایران میگه چی میخواستن جز حقوق خودشون؟ آیا فرار از استعمار جرم است؟ آیا اگر ملتی بگوید من میخوام سرنوشت خود رو در دست بگیرم گناه مرتکب شدم؟ الی آخر. و سرانجام دکتر فاطمی میگه که پرشورترین سخنرانی رو میکنه، سخنرانیش هست، شعارهای زنده باد فاطمی، زنده باد یار وفادار مصدق. و فاطمی میگه: چو تیره شود مرد را روزگار، همه آن کنم کش نیاد به آید به کار. فرزند آن پدری که قرارداد 1933 را 60 سال تمدید کرد، میخواست نهضت شما را از بین ببرد. امروز وظایف شما حساستر و مشکلتر از هر روز است. امروز باید نشان بده این ملتی هستید که میتوانید رو پای خود بیستید. استعمار سیاه و سفید، استعمار سیاه و سرخ برای شما علی‌السبیل است. جنایت دربار پهلوی روی جنایت ملک فاروق را سفید کرده. خائن همیشه خائف است. روزی که صدای رادیو بلند شد، آن دقیقه ای که گفت نقش کودتای اجنبی قوای خائن نقش بر آب شد، راه اولین سفارتی که انگلستان دارد در پیش گرفت. خلاصه حسابی میتازه به دربار ننگین پهلوی، آنچنان منهدم شد که جز اراده شما اراده دیگری نمیتونه داشته باشد. و خلاصه محکوم میکنه و سلطنت رو الغا اعلام میکنه. و در پایان میتینگ هم مهندس رضوی صحبت میکنه که میخواد که میگه که مردم با ما همراه باشید، نهضت ملی رو داشته باشید تا مملکت به طرف جلو بره. این ماجرای این میتینگه که اوجشه با جمعیت میلیونی و 7:30 بعد از ظهر هم قطعنامه‌اش صادر میشه که مردم با بلند کردن دست رو تصویب میکنن که خواستار این هستن که شاه رو تعقیب و دستگیر بکنن، فراریان رو دستگیر بکنن، محکمه ملی برای خائنان و مصدق رو مسئول تشکیل شورای سلطنتی اعلام میکنن. اینجا ببینید هنوز که هنوزه با همه خلاصه فریادها و شورها و مرگ بر شاه، سلطنت سر جای خودش هست، زیرا میدونن که این محور که بپاشه معلوم نیست چه چیزی پیش خواهد آمد، به خصوص که حزب توده به هر حال منتظر بود و البته تو ایران پیروز نمیشد. ایران به یک دامن گردابی از خون با چنین مردمی و چنین وضعیتی، ایران نمیتونست به
دامن کمونیسم بغلطه. ولی حواس اینا بود. این ماجرای 25 مرداد است که چند روز بعد ما شاهدیم که این فقط 3 یا 4 روز بعد، یعنی یک دوره 4 روزه رو ما اینجا شاهدیم که مصدق در حقیقت یک حکومتی تشکیل میده و قدرت در حقیقت مطلق رو داره، ولی اندک زمانی بیشتر نمی پاید و ماجرای 28 مرداد رخ میده که اینجا ما از مردم اثری نمی بینیم. واقعا مردمی که 500,000 اومدن تو میدان بهارستان 4 روز قبل، سوال اینه، یعنی سوالایی که باید رو میز بذاریم، بگیم از 25 تا 28 مرداد ما مصدق در حقیقت شاه رفته بود، 500,000 مردم تهران، 2 میلیونی اومده بودن میدان بهارستان، قطعنامه دادند، روزنامه اطلاعات 25 مرداد مصدق مجلس افتهام را منحل می کند، 25 مرداد فراخوان حزب توده به جبهه ملی برای تظاهرات در بهارستان و اعلام جمهوری دموکراتیک، روزنامه شاهد کودتا هنوز هم ادامه خواهد داشت، شبح مخوف قلدری و کمونیسم ایران را فرا گرفت، دعوا شروع شد. اطلاعات 25 مرداد و گارد شاهنشاهی منحل و نگهبانی کاخا به ارتش سپرده شد. مصاحبه سرتیب ریاهی با خبرنگاران، فاطمی در بهارستان اعلام برچیده شدن مشروطه و جمهوری دموکراتیک ایران می کند. حزب توده و جبهه ملی پیکره رضا شاه را در میدان سپاه واژگون می کنند. دکتر صدیقی از خانه مصدق خارج می شود و خلاصه ماجرا ادامه پیدا می کنه. ولی تنها 4 روز بعد ما شاهدیم که ماجرا عوض میشه و 28 مرداد فرا میرسه. قبل از اینکه واقعا به 28 مرداد ما برسیم، باید روی این نقطه فکر کرد که به چه دلیل ظرف 4 روز این قدرتی که شاه رو فراری کرده بود بنا به ترمایی به کار میبرن از بین رفت. این به نظر من اون چی رو که بین دو واقعه 25 مرداد و 28 مرداد رخ داد، فارغ از سخنرانی ها و نیکبینی ها و احساسات مطلق، باید به نوعی قلیان هیجانات عمومی در خشم از تلاش شاه برای عزل مصدق بدونیم، بدون این که ریشه های مستحکمی داشته باشه که بتونه مقاومت بکنه. اگر ریشه های مستحکمی داشت این اتفاق نمی افتاد. ببینیم که ظرف 4 مجسمه ها رو پایین می کشن، نمی دونم کلی رو دستگیر می کنن، احزاب و سازمان های سیاسی بیشترین تلاششون رو می کنن و حزب توده به خصوص بیشترین فعالیت رو می کنه که جمهوری دموکراتیک باید اعلام بشه، ولی در همین دوره شاهدیم که مصدق دستور میده تمام اطلاعیه های حزب توده را از در دیوار بکنن، زیرا این موجب ترس و وحشت مردم میشد و امکان میداد که امثال کاشانی و اینا بتونن بیشتر خلاصه مردم رو جذب خودشون میکنن و به اختلافات خودشون با مصدق دامن بزنن. مصدق در حقیقت خواستار برگشتن شاه بود در اون به کشور، یعنی در کنار این جنجال و سر و صدایی که راه افتاده بود، اگر ما به طور واقعی نگاه بکنیم مصدق میفهمه که در حوزه ساختار سیاسی کشور مشکلات عمیقی وجود داره که با این چیزا حل شدنی نیست و اگر که خلاصه حواسش نباشه همه چی به هم میپاشه. یکی از نمونه‌های جالب نامه آقای کاشانی است. آیت الله کاشانی روز 27 مرداد که علارغم این که رژیم سعی میکنه که خیلی این رو رنگامیزی بکنه و نمیدونم بگه آقا مصدق اولتیماتوم داد، تو عمق میبینیم که کاشانی قشنگ دستش تو دست کودتاچی ها بوده، به اصطلاح حالا کودتا یا هر چیز دیگه. این مینویسه به مصدق
متن نامش من میخونم بخشش. حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای دکتر مصدق دام اقبال: عرض میشود اگرچه امکاناتی برای عرایزم نمانده، ولی صلاح دین و ملت برای این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است و علی رغم غرض ورزی ها و بوق و کرنه های تبلیغات شما، خودتان بهتر از هر کس میدانید که هم مقام در نگهداری دولت جناب عالی است که خودتان به بقا آن مایل نیستید. از تجربیات روی کار آمدن قوام و لجبازی های اخیر بر من مسلم است که میخواهید مانند سیوم تیر کذایی یک بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. حرف این جانب را در خصوص اصرارم در عدم اجرای رفراندوم نشنیدید و مرا لکه حیز کردید. خانم را سنگباران و یاران و فرزندانم را زندانی فرمودید و مجلس را که ترس داشتید شما را ببرد بستید و حالا نه مجلسی است و نه تکیگاهی برای این ملت گذاشتید. زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگاه داشته بودم با لطایف الهیال خارج کردید و حالا همونطور که واضح بوده در صدد به اصطلاح کودتاست. اگر نقشه شما نیست که مانند سیوم تیر عقب نشینی کنید و به ظاهر قهرمان زمان بمانید، و اگر حدس و نظر من صحیح نیست که همونطور که در آرکان ملاقاتم در دزاشی به شما گفتم و به هندرسن هم گوشزد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفت از انگلیسی ها کمک کرد و حالا به صورت ملی و دنیا پسندی میخواد به دست جناب عالی این ثروت ما را به چنگ آورد، اگر واقعا با دیپلماسی نمیخواهید کنار بروید، این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را الی آخر که میگه که از وقوع حتمی یک کودتا به وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست شما را آگاه کردم که فردا جایی هیچ گونه عذر موجهی نباشد. اگر به راستی در این فکر اشتباه میکنم، با اظهار تمایل شما سید مصطفی ناصرخان قشقایی را برای مذاکره میفرستم. یعنی کار تموم شده بوده. این جناب کاشانی در حقیقت این نامه‌ای رو که نوشته، نامه‌ای که نوشداروی پس از مرگ به سهراب و ماجرا تموم شده بوده و ماجرای 28 مرداد شروع میشه که گزارشات بسیار بسیار جالبی توی زمینه هست. ده ها کتاب توی نوشته شده، من جمله یکی از نویسندگان اسم محمود طلوعی یک کتابی نوشته به اسم پدر و پسر که خودش رویداد 28 مرداد رو به چشم دیده. میگه مصدق روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 خود را به دست سرنوشت سپرد و تظاهراتی که با حرکت دسته‌های چند صد نفری در خیابان‌های تهران آغاز شده بود و نویسنده خود شاهد حقارت آن در ساعات اولیه صبح در خیابان‌های مرکزی شهر بودم، تا ظهر آن روز با پیوستن افراد پلیس و نظامیان به جمع تظاهرکنندگان به تصرف ایستگاه فرستنده رادیو و شهربانی و سایر مراکز حساس انجامید. همین نویسنده می نویسه که از ده ها و صد ها هزار نفر تظاهر کنندگانی که در روزهای قبل از آن به نفع مصدق در خیابان ها شعار می دادن، اثری در خیابان ها دیده نمی شد که البته این دیدن شدن اثر بجز مشکلاتی که ایجاد شده بود یکم دستور خود مصدق بود. این از جمله خطاش یکی بود که این سرتی دفتری از اقوام خودش رو که با نیروی مخالف بود و دوستانش بهش گفتن که این با شما نیست، ولی قبول نکرد و نیروی پلیس سپرد دست اون و در حقیقت خود به دست خود به دامی که براش گذاشته بودن امکان داد. و یکی هم این که سفیر آمریکا اومده بود بهش گفته بود که در خیابونها علیه ما شعار میدن، به ما تلفن‌های خطرناک میزنن، به ما فحش میدن، به ما حمله میکنن و این موجب میشه که دولت آمریکا ناراحت بشه. و همین دلیل مصدق دستور داد که نیروی ارتش خیابون‌ها رو از مردم خالی بکنه، مردم معترض. و این موجب شد که موقعی که خواستن علی مصدق بشورند، یکی از عوامل این بود که خود مصدق دستور داده بود بروند و به همین دلیل گفته این آقای نویسنده از افراد خبری نبود. ولی این تنها مسئله نبود، تنها در خانه خود مصدق افسران سربازان در مقابل مهاجمان مقاومتی کردند. میگن شمار مخالفان مصدق و هواداران محمد رضا شاه در نخستین ساعات روز چهارشنبه 28 مرداد ما از چند صد نفر فراتر نمیرفت، ولی از صدها هزار نفر طرفداران مصدق در خیابان‌های تهران کوچکترین
نشانی نبود. اگر این واقعی است باید روش فکر کرد چرا و به ریشه رسید. شعارهای پیوند شاه و ملت ناگسستنی زنده باد شاه، جای شعارهای آتشینی مانند از جان خود گذشتیم با خون خود نوشتیم یا مرگ مصدق رو گرفته بود. بنابراین با سوال کرد چه شدن آن هزاران فدایی دکتر مصدق و باید به این سوال از ابعاد مختلف پاسخ داد. این یکی از دلایلش همون دستور خود مصدق بود، ولی دلیل دیگه‌اش به نظر من دلیل اصلی و پایه‌ایش همون چیزیست که من در اول صحبت اشاره کردم که جامعه موقعی که مدنی نیست و می‌بینه قدرت سرکوب حتی در هیئت چند صد نفر، اگر که 10 تا تانک هست یا تعدادی اوباش و نمی‌دونم لوتی‌ها و اینها در میاد می‌ترسه. اینطوری نیست که بیاد بمیدون. اون جامعه مدنی است که نمیترسه بیاد بمیدون. و سازمان یافته ترین تشکیلات سیاسی اون روزگار هم که حزب توده بود، با اینکه شاخه نظامی داشت به میدان نیامد. و وقتی سوال میکنن کسانی مثلا مثل بابک امیرخسروی که از اعضای شناخته شده حزب توده است، واسه میگه شما وارد بحثی میشوید که خیلی ظریف و در این حال خیلی هم مفصل است. من خودم در کتابی که سالا پیش در نقد خاطرات کنونی نوشتم و در ایران نیز چاپ منتشر شده توضیح دادم که در روز 28 مرداد کودتا به معنی واقعی کلمه صورت نگرفت. کودتایی که واقعا صورت گرفت در روز 24 یا 25 مرداد بود، نه در روز 28. و آن یکی هم شکست خورد، برای اینکه در آن روز حزب توده آن را فاش کرد، به مصدق اطلاع داد و دکتر مصدق توانست از آن جلوگیری کند. ولی بعد از آن و در آن فاصله حوادثی رخ داد که توضیح آن واقعا مفصل است. اوضاع بسیار به هم خورد، مردم وحشت زده شدند و باز هم متاسفانه بسیاری از چپروی‌هایی که حزب توده از خود نشان داد در ترساندن مردم نقش فراوان داشت. حزب توده قدرت نمایی کرد، مردم را ترساند، آخوندها را ترساند و این در فضا به نفع شاه تنین افکن شد که شوروی ها در حال آمدنند و مصدق قادر به اداره عمومی است. این میتونه یک دلایل جدی باشه، یعنی یک نوع ضعف، یک نوع نگرانی، یک نوع بیتوجهی عمومی دست داد از وحشت اینکه آقا مصدق ضعیف شده، شاه هم رفته، کمونیسم در این میاد. اونم تو جامعه‌ای که افسارش دست همسار کاشانی و بهبانی است و مردم بخشای عظیمیشون به شدت مذهبی هستن. 27 سال بعدش هم ما دیدیم که در جامعه‌ای که به در مدرنیسم رفته بود و تو خیابونای تهران و اکثر شهرستان آبجو فروشی و مشروب فروشی وجود داشت و دانسینگ وجود داشت و حجاب وجود نداشت، ولی در عمق آخون تنفس میکرد و میتونیم بفهمیم که چرا مردم وحشت کردن در اون. باید به تصویرهای روز 28 مرداد واقعا پرداخت از زوایای مختلف و از دیدگاه‌های مختلف، از دیدگاه نیروهای چپ، از دیدگاه طرفداران سلطنت، از دیدگاه طرفداران مصدق، و در تطبیق اینا این رو فهمید که چرا به میدان نیامدن. این اندکی است از بسیاری این حکایت. بسیار ممنون و متشکرم. بازم وقت به ما مجال نداد که این مسئله رو بتونیم به پایان بریم. البته من از این بابت بسیار خوشحالم، برای اینکه این مسئله همونطوری که در مقدمه‌ام خدمتتون عرض کردم و آقای یغمایی هم اشاره کردن، این حال امروز ما مربوط به رفتار دیروز ماست و همه این مسائل و مصائبی رو که ما باهاش امروز مواجه هستیم ریشش رو در 28 مرداد باید پیگیری کنیم. به حال آقای یغمایی بسیار ازت ممنون و سپاسگزارم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، نوه نازنینت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما. ممنون.
سپاس از شما آقای بهمانی، و باز هم ما در روز 28 مرداد درنگ خواهیم داشت و با هم صحبت خواهیم کرد و باز خواهیم کرد این مسئله رو، چون باید واقعا ازش تجربه گرفت برای روزگار کنونی. سپاس از شما و با امید دیدار مجدد. ممنون از شما، سپاسگزارم، متشکرم. به حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای یغبایی نازنین رو، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کنید تا به سایت میهن بیان، بتونن از بخش مقالات، یادداشت‌های روزانه، آخرین اخبار جهان، اطلاعیه هایی که در حاشیه سایت هست، ویدیوها و همه این مسائل، هم تا گفتم برنامه های آقای یغمایی اون گذرگاه تاریخ رو بتونن دنبال کنن. ویدیوهایی که به عنوان برنامه های ویژه روی صفحه اول سایت قرار میگیره. یه نازنین هم مهر کرد، یک ویدیوی رو تهیه کرد. بذار بدین که ما بتونیم همینجا برای نخستین بار این رو افتتاحش بکنیم و ازش تشکر کنیم که این کار مهم رو این نازنین انجام داد برای ما، و واقعا سپاسگزار مهرش هستم. این ویدیو مربوط است که من این رو البته به دفعات پخش خواهم کرد، این فقط به یک بار خلاصه نمی شود، به دفعات این ویدیو رو خواهیم دید، پخش میکنیم همه جا، در هر برنامه، در هر فرصتی که همگان بتوانند ببینند و ازش استفاده کنند. این مربوط است به عزیزان ما در ایران، و حالا همطور که این برنامه هم به نمایش میذاره، میبینی که این ویدیو رو همین لحظات در حقیقت این آدم ضبط کرده و برای ما فرستاده، مربوط به همین برنامه امروز آقای یغمایی هم تصادفا توش هست. نشون میده که این آدم در همون لحظه که داشته این برنامه رو نگاه میکرده این فیلم رو تهیه کرد، برای ما هم فرستادش، ممنون و متشکریم. اینا نمونه ایست از خروارها، از مهر شما. بنابراین خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، اپلیکیشن رو دانلود کنی، کمکتون میکنه، شبکه های اجتماعی رو عضو شید، لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید. اینا در ایران هن اینگونه فعالیت میکنن، شما در خارج کشور هستید و غم هیچ ندارید. ببینیم با هم دیگه. متشکر. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز. امروز میخواستم یه روشی رو بهتون آموزش بدم در برنامه گوگل کروم که شما بتونید بدون استفاده از فیلتر شکن یا بدون استفاده از نصب فیلتر شکن بتونید وارد سایت های فیلتر شده بشین. معمولا تو فضای مجازی من میبینم یک سری ها شکایت میکنن از فیلتر شکن ها به خاطر سرعت پایینشون یا اینکه در حین کار قطع و وصل میشن، ولی این روشی که امروز من میخوام به شما آموزش بدم، شما به راحتی میتونید با برنامه گوگل کروم، یعنی یه تغییرات خیلی ساده ای توش انجام بدید و وارد سایت های فیلتر شده بشین. ابتدا در قسمت بالای صفحه سمت چپ سه نقطه، اونو کلیک میکنید و وارد ستینگ میشین. ستینگ در قسمت اول، دوم و سوم. سومین قسمتش اپیرنس، یه جا نوشته اوپن کروم وب استور، این من رنگیش میکنم این قسمت رو، اوپن کروم وب استور، اینو روش کلیک میکنین، یه صفحه برای ما باز میشه. در قسمت بالا سمت چپ قسمت سرچش عبارت اولترا فاصله SURF اولترا سورف تایپ میکنید و اینتر میکنید. داخل برنامه گوگل کروم یک قابلیت برای شما گذاشته برای عبور از فیلترینگ، اولترا سورف سکوریتی. در این قسمت نوشته اد تو کروم، یعنی من این برنامه رو به گوگل کرومتون اضافه کنم یا نه. شما اد تو کروم رو میزنید، شروع میکنه چک کردن و اینجا یه پیغام میده که اضافه کنم به اکستنشنتون، اد اکستنشن رو شما کلیک میکنین.
دو مرتبه در حال چک کردنه، برنامه رو چک میکنه و اضافه کرد در بالای صفحه سمت راست. الان نگاه میکنید داره یه حالت مثل آنتن موبایله، داره چک میکنه که وصل بشه و الان وصل شد. روش وقتی کلیک میکنین دکمه آن و آف داره، شما میتونید همیشه این رو حالت آن بذارید. به محض اینکه گوگل کروم رو باز میکنید این برنامه به سرعت وصل شده و شما میتونید به راحتی وارد سایت های فیلتر شده بشین. من الان اینو خاموشش میکنم که میخوام یه تستی رو براتون انجام بدم. الان دیسکانکت، صفحه رو میبندم. من در قسمت بوکمارکم یه سری سایت ها رو اضافه کردم، سایت هایی که فیلتر شده است برای تست، مثل میهن تیوی. الان اینجا میهن تیوی من روش کلیک میکنم، ببینید فیلتر شده، شما نمیتونید وارد این سایت بشین. خب میام در قسمت راست بالای صفحه رو اولتراسورف روش کلیک میکنم و برنامه رو آن میکنم. برنامه کانکت شد. حالا به راحتی روی میهن تیوی کلیک میکنم. شما میبینید، ببینید خیلی راحت از سد فیلترینگ گذر کرد و سایت میهن تیوی رو باز کرد. اینجا در این قسمت خب برنامه های لایو هست که شما میتونید مشاهده کنید و قسمت های پایینش هم که آرشیوه و قسمت های دیگه که خود آقای بهبهانی توضیح دادن در مورد سایتشون. بحث کرد به سود مصدق رأی میدن که و یک هفته بعد ما یک داره پخش میشه. من چون در ایران هستم و امکان این که بخوام آبونمان پرداخت کنم به این تلویزیون رو ندارم، من این روش و این کلیپ رو به عنوان آبونمان تقدیم تلویزیون میهن تیوی میکنم. امیدوارم که استفاده کرده باشین و بیننده های برنامه تلویزیون میهن دیگه شکایت از فیلترینگ نداشته باشن و از این طریق بیننده های این تلویزیون زیاد بشه. با تشکر از آقای بهبهانی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.